این روزا که خبر کرک شدن بازی دیزگان رو شنیدیم، همه ما گیمرها خیلی خوشحال شدیم. من فری هستم و امروز میخوام تاریخچه کلی شخصیت‌های اصلی این بازی رو براتون بگم. البته اینم اضافه کنم که این ویدیو هیچ گونه اسپویلی نداره، پس تا آخر ویدیو با خیال راحت با من همراه باشید. دیکن لی استی جان، ملقب به دیک، شخصیت اصلی بازی دیزگان هست. دیکن عضو سابق باشگاه موتورسواری مانگرل هست که حالا توی منطقه آلوده شده شمال غربی پاسیفیک زندگی میکنه. دیکن توی شهرک فیرول ایالت اورگن متولد شده. در مورد بچگی دیکن اطلاعاتی نیست، یه شاید هم من پیدا نکردم، ولی دیکن توی جوونیش توی ایالات متحده خدمت رفته. دیکن بعد از تمام شدن خدمتش به عنوان مکانیک پیش فردی به اسم جک شروع به کار کردن کرد و جک رئیس اصلی باشگاه مانگرل هست. اون به دیکن پیشنهاد داد توی باشگاه عضو بشه و دیکن هم با خوشحالی قبول کرد. سارا ویتاکر یه کاراکتر جانبی بازی دیزگان هست. اون همسر دیکن هست و قبلاً یک گیاه‌شناس بوده. سارا به صورت کاملاً ناخواسته یکی از علتهایی بوده که اون ویروس کلاً ساخته بشه. وقتی که سارا ماشینش توی جاده خراب شده بود، مردی به اسم دیکن میاد و سعی میکنه بهش کمک کنه. همونجا دیکن با چند تا راننده دعواشون میشه. به هر حال این اتفاق باعث شد که دیکن و سارا با هم آشنا بشن و با هم ازدواج کنن. اگه بخوام بقیه داستان زندگی سارا رو براتون بگم یه جورای اسپویل میشه، پس بریم سراغ شخصیت بعدی. ویلیام گری که با اسم بوزر شناخته میشه یکی از باقی مونده ها و شخصیت های اصلی بازیه. اون قبلا عضو باشگاه مانگرل بوده و یکی از بهترین دوستای دیکن هست. بوزر وقتی بچه بوده زندگی خیلی معمولی داشته، باباشون رو میبرده و بهش شکار یاد میداده. بوزر تابستونا توی مزرعه نزدیک خونه‌شون کار میکرده و موتور سواره رو اونجا یاد میگیره. توی دوره جوونیش اون به باشگاه مانگرل ملحق میشه و به مرور زمان مسئولیت امنیت این باشگاه رو بر عهده میگیره. وقتی دیکن و سارا با هم ازدواج کردن، بوزر به عروسی اونا اومد و با یه خانومی آشنا شد و اونا هم با هم دیگه ازدواج کردن. جیمز اوبریان یک کاراکتر محوری بازیه که فارغ التحصیل شده و الان توی سازمان نرو کار میکنه. متاسفانه از زندگی گذشته جیمز خیلی اطلاعاتی نیست، ولی بعد از اینکه ویروس توی اون شهر شیوع پیدا کرد، او داوطلب شد که به سازمان نرو کمک کنه. کارلوس که قبلا به اسم جسی ویلیامسون شناخته میشده، یه شخصیت آنتاگونیست توی بازی است. اون رهبر ریپرا هم هست. اینجا یه پرانتز باز کنم که ویپرا یه گروه یا جناح توی بازی هستن که اگه دوست داشته باشید یه ویدیو جداگونه هم راجع به گروه های این بازی براتون بگم، پس حتما نظرتون رو برام کامنت کنید. خلاصه این که کارلوس از دیکن و بوزر خیلی کینه به دل داره. دلیلش هم خیلی کوتاه میگم که اسپویل نشه. علت کینه کارلوس به خاطر بی اهمیتی دیکن و بوزر به کارلوس بوده. ریکی تیپل یه شخصیت محوری بازیه که همراه با پدرش و برادرش زندگی میکنه. پدر ریکی یه تعمیرکاره که تقریبا همه چیز بازی رو تعمیر میکنه. وقتی ریکی 17 سالش بود، پدرش توی بوئینگ کار میکرد. ریکی توی زمان شیوع ویروس یه محصل بود. متیو گرت آنتاگونیست اصلی بازیه. گرت یکی از رهبرهای نظامی ارتش سابق آمریکاست. گرت یه سری عقاید و نگاه‌های متعصبانه ای داره که بعد از بازی کردن متوجه میشید که باعث شده گرت یه کاراکتر خطرناک محسوب بشه. خب اینم از شخصیت‌های اصلی بازی دیزگان. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یادتون نره که برای این ویدیو خیلی 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 زحمت کشیده شده، پس با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید. اگه نظری هم راجع به این ویدیو داشتید حتما برام کامنت کنید. بای بای.